پیغمبر برای چی آمده؟ که باید ما به طریقی از او عبادت بکنیم، به طریقی از او احکام الله را تدبیر بکنیم. یعنی او معلم هست که به شکل پرکتیک برای ما درس میده. صلوا کما رأیتمونی اصلی، امر میکنه نماز بخوانین. امر پیغمبر دلالت به چی میکنه؟ به وجوب میکنه، یعنی واجب است، فرض از بالای ما و شما. چی؟ نماز خواندن به طریقه کی؟ به طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس قاعده اعتقادی اینمی هست که پیغمبر آمده به خاطر از اینکه طریقه عبادت و اطاعت الله را بر ما نشان بده. این حال اگر کسی مخالف طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم به طریقه های دیگر های عبادت میکنه، عبادت از این مخالف عقیدهش به نبوت پیغمبر است. به طریقی پیغمبر صلی الله علیه و آله عمل کردن چی هست؟ جزء کلمه هست. ما شما خواندیم که در کلمه طیبه ما شما سه تعهد میکنیم. تعهد اولی بود که یا الله به غیر از ذات تو کسی دیگر عبادت نمیکنیم. تعهد دومی که یا الله به غیر از شریعت تو قانون کسی دیگر تطبیق نمیکنیم. و تعهد سومی چی بود؟ که یا الله عبادت و اطاعت تو را به طریقی کی میکنیم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. چرا به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن؟ به خاطر که الله میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه، امر است، امر الله. آن چیزی که پیغمبر برای شما آورده اونمو رو بگیرید. اونمو قسمی که پیغمبر برای مطمئن گفته که نماز بخواین، نماز بخواین. امو قسم که پیغمبر روزه گرفته، امو قسم روزه بگیرید. چرا مثلا در قرآن عظیم شان گفته شده است که اقیم الصلاه، نماز بخواین. لکن ما چی قسم نماز بخواین؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملاً کلش بر ما تشریح کرده. صبحی وقت بخوان، پیشینی وقت بخوان، دیگری وقت بخوان، شامی وقت بخوان، خفتنی قسم بخوان، قیامی قسم بکن، رکوعی قسم بکن، سجده قسم بکن، کل چیزا را. پس این چی هست که باید انسان این حال هر کس مخالف طریقی پیغمبر عمل میکنه ای به بدعت داخل میشه. پس طریقی پیغمبر سنت است، ضد طریقی پیغمبر بدعت است. یکی سنت داریم، یکی بدعت. اگر یک عبادت به طریقه پیغمبر کردی تو سنت انجام دادی، و اگر همه عبادت مخالف طریقه پیغمبر انجام دادی بدعت است. حالا بسیاری کسا نماز میخونن، نمازش با مثل نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد نیست، این بدعت کار است. و کل بدعت دلاله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله مرا در جمله انعمت عليهم داخل کن، يا الله مرا در جمله ضالين داخل نکن، مرا در جمله مثلا مغضوب عليهم داخل نشن. خب از یک طرف دعا میکنی پروردگار مرا در جمله گمراهان داخل نکن، و پیغمبر صلی الله علیه و آله کل بدعت دلاله، هر بدعت چی است؟ دلالت است. هر کسی که یک بدعت انجام میده در صف کی داخل میشه؟ ضالی.